شمشیر پیشه تحقیق، آن شجاع صفدر صدیق، آن غرقه دریای مواج، کار او کاری عجب بود. صبح صبح که از خانه میخواستم رفت، صدای خرد ریز خانه از دستهایم میگذشت. صدای آشنای شهر در دسترس روز بیگانه مینمود در دور رس تاریخ، و پاهایم گم از صدای خود، و دیدنم از من میرفت به رودخانه‌ای که در آن سوی آبها دیگر اکنون هیاهوی یک خیابان بود بی زندگی، هیاهوی فروش بی صدا، و سکوت سالهایی، قرنهایی، هزارهایی که در گم شدن حاضر بودند. و گفت معرفت دیدن اشیاء است و هلاک همه در معنی. دستهایم پر از خاطره در جیبم بود و اندامهای طلا شده، طلای خاموش از کنار چشمهایم می گذشتند در شکنجه‌ای از نگفتن، و تاریخ نگفتن با من می رفت در واقعی مکرر از خود. و گفت معرفت دیدن اشیاء است و هلاک همه در معنی. کنار دستهایم با هم به زمزمه بودند از او که می گفت حق 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 انا الحق، و از او که می رفت و می گفت جز این زبان زبانی دیگر است، و شمع آجین بوسه بردار زد و دار سوخت، و از او که رفته بود
به صید مرغان ساحل دریای سبز. و از او که می رفت و می گفت سی مرغ جهان لامکانیم، و می گفت و می گفت جهان همه حرفی و نقطه‌ای، آن نقطه جانی و جامی و آن جام تنی درید پوست که ریخت ساقی در آن آتش سوزان. و او و او و او که می رفت و می گفت معرفت دیدن اشیاء است و هلاک همه در معنی. پس گفتم هزار آینه طوفان حیرت است اینجا. اقاویل در وی بسیار گشت و از اقصای عالم به دو نامه نوشتندی. اهل هند ابوالمغیث نوشتندی، اهل خراسان ابوالمهر، و اهل فارس ابو عبدالله، اهل خوزستان حلاج الاسرار، اهل بغداد مستلم می‌خواندند و در بصره مخبر. اقاویل در وی بسیار گشت، کارهای عجایب از او دیدند. پس جماعتی از اهل علم بر وی خروج کردند، از آن که می گفت انا الحق. گفتند بگو هو الحق. گفت بلی همه اوست، شما میگویید که گم شده است، بلکه من گم شده است. بحر محیط گم نشود و کم نگردد. پس جمله بر قتل او اتفاق کردند. سخن او را پیش خلیفه تباه کردند و وزیر را بر وی متغیر گردانیدند. خلیفه بفرمود او را به زندان برند. او را به زندان بردند. و گفت
و گفت: و گفت در راه که می رفتم دستهایم پر از پرسیدن در جیبم بود. کدام بود که بر می آمد هزاره به هزاره؟ کدام بودند که با هم کشتند موج را، دریا را، سنگ ها را، برآمدن را؟ و کدام بود آن روز؟ امروز بود، دیروز بود، دیروزها بود، دیروزهای دیروز، که آن مهر، آن آفتاب معرفت، آن نهایت نور به معراج رفت. پس او را بردند تا بر سر دار کنند. صد هزار آدمی گرد آمدند و او چشم گرد می آورد و می گفت: حق حق حق، انا الحق. نقل است کسی در آن میان پرسید که عشق چیست؟ گفت: امروز بینی و فردا بینی، پس فردا بینی. آن روزش بکشتند و دیگر روزش بسوختند و سوم روزش به باد بردادند. یعنی عشق این است. پس هر کسی سنگی می انداختند، کسی موافقت را گلی انداخت، آهی کرد. گفتند: از این همه سنگ هیچ آه نکردی، از گلی آه کردن چه معنی است؟ گفت: از آن که آنها نمی دانند معذورند. از او سختم می آید که می داند نمی باید انداخت. پس دستش جدا کردند، خنده بزد. گفتند: خنده چیست؟ گفت: دست از آدمی بسته باز کردن آسان است. مردان است که دست صفات، که کلاه همت از تارک عرش در می کشد، قطع کند. پس پاهاش ببریدند. تبسم می کرد، گفت: بدین پای سفر خاکی می کردم، قدمی دیگر دارم که هم اکنون سفر هر دو عالم بکند، اگر توانید آن قدم ببرید. پس دو دست بریده خونالود در روی درمالید تا هر دو ساعد و روی خونالود کرد. گفتند: این چرا کردی؟ گفت:
خون بسیار از من برفت و دانم که رویم زرد شده باشد. شما پندارید که زردی روی من از ترس است. خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ روی باشم که گلگونه مردان خون ایشان است. گفتند اگر روی را به خون سرخ کردی ساعد باری چرا آلودی؟ گفت وضو می سازم. گفتند چه وضو؟ گفت در عشق دو رکعت است که وضوع آن درست نیاید الا به خون. پس چشمهایش برکندند، قیامتی از خلق برآمد. گفتند که فردای قیامت در عرصات او را به زنجیر محکم بسته بیارند، اگر گشاده بیارند جمله قیامت برهم زند. در راه که می رفتم آینه های تو بر تو سلام می گفتند بر آفتاب معرفت که در هیچ مغرب و مشرقی نمی گنجید و می ریخت آتش روان بر هر مشرق و مغربی.
در راه که می رفتم همچنان رودخانه ها خیابان بودند و خیابان ها صدای ندیدن بودند و چهره ها مچاله از جنگ از دستم می گذشتند، سرخ آتش طلایی مغربی شده. و ابلیس می رفت و می گفت: یکی انا تو گفتی یکی من، چون است از آن من لعنت بار آورد و از آن تو رحمت؟